برنامه‌های جدید با حضور افراد جدید برای ساخت و خرید آباکس. سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. امروز قصد داریم در مورد برنامه‌های ایران برای به کار گرفتن پرنده‌های آباکس صحبت کنیم. این برنامه شامل 5 بخشه. بخش اول به اهمیت آباکس ها میپردازیم و در بخش دوم به تجربه حضور آباکس در کشورمون اشاره میکنیم. در بخش سوم هم میریم به سراغ پلتفرم های داخلی برای آباکس و در بخش چهارم به ایده پهپادهای آباکس میپردازیم و در نهایت در بخش انتهایی هم در خصوص امکان خرید و یا پروژه های مشترک بین ایران و کشورهای دوست میپردازیم. پس تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ بخش اصلی برنامه امروز. بعد از تشکیل کابینه دولت جدید در کشور و حضور امیر نصیرزاده در وزارت دفاع، ایشون اعلام کردن که قصد دارن به زودی پروژه های مختلفی رو در کشور آغاز کنن. یکی از این پروژه ها که مربوط به نیروی هوایی میشه ساخت و به کارگیری هواپیماهای رادار هواپایه یا همون آواکسه. در وزارت دفاع جدید به احتمال بسیار زیاد شاهد اقدامات عملی مناسبی در این زمینه خواهیم بود. اما چرا این پرنده ها اینقدر در اولویت قرار دارن؟ همونطور که شما مخاطبین عزیز کانال پارتیزان میدونید، آواکس ها به پرنده های حامل رادار گفته میشه. هواپیماهایی که ضعف رادارهای زمین پایه رو رفع میکنند. با استفاده از این پرنده ها میشه به کشف اطلاعات مختلف نبرد و همچنین مدیریت صحیح و درست اون پرداخت. شناسایی کشتی ها، قوای زرهی، هواپیماها، پهپادها و موشک های کروز و سایر پرتابه ها از ویژگی های مهم آواکسه. آواکس ها ضعف های رادار های زمینی رو ندارن. ضعف های رادار زمینی به دلیل گرد بودن زمین و عوارض زمینه و بهترین رادار های زمین پایه هم باز لازمه تا از آواکس ها استفاده کنن. آواکس ها در عملیات های دفاعی، تهاجمی، سرکوب پدافند و مواردی از این دست کاربرد دارن و میتونن با یک کد لینک خاص اطلاعات خودشون رو با سایر تجهیزات خودی از جمله جنگنده ها به اشتراک بذارن و حتی اونها رو در حین ماموریت هدایت کنن و اهداف رو برای اونها کشف و مشخص کنن. کشور ما هم برای جبران ضعف‌های رادارهای زمین‌پایه خودش و همچنین استفاده از مزایای بی‌نظیر آواکس‌ها نیازمند این نوع از پرنده هاست. اما شاید جالب باشه که بدونید که کشور ما تجربه به خدمت گرفتن آواکس رو داره. آواکس عدنان که بر پایه هواپیمای ایلوشکین 76 توسط شوروی ساخته شده و به عراق فروخته شده بود، در طی جنگ خلیج فارس به ایران پناهنده شد. آواکس کلاس بغداد هم که مجهز به رادار نقشه برداری بود، همراه اون به ایران اومد. رادارها با سیستم الکترونیک پروازی آواکس عدنان با مشارکت طرف روس انجام شده بود. برد نهایی رادار عدنان 400 کیلومتر بود و دیش رادار در هر دقیقه 18 بار دور می‌زد. از منابع مختلف بیان شده که توانایی پوشگشته 360 درجه در رادار اون قرار داشته. اما این آواکس خوب در 22 سپتامبر سال 2009 به دلیل سرعت بالای پرواز در رژه دچار جدا شدن آنتن رادار و برخورد اون به سکان عمودی هواپیما شد و متاسفانه سقوط کرد و از دست رفت و تمام خدمه اون به شهادت رسیدن. در خصوص آواکس بغداد هم با توجه به ضعف رادار و همچنین موجود نبودن قطعات اون، فرایند برداشتن رادار روی اون انجام شد و آواکس بغداد به یک هواپیمای ترابری تبدیل شد. سقوط عدنان که در ایران با نام سیمرغ شناخته میشد، یک حادثه تلخ بود، چرا که یه آواکس خیلی سرپا و خوب بود و با همکاری روس‌ها ارتقا بر روی اون صورت گرفته بود. اما این اتفاق باعث دلسردی ما نشد. کشور ما بعد از توسعه که پلتفرم ایران 140 و برطرف کردن نقص‌های که موتور و سازگار کردن اون با آب و هوای کشور، قرار شد که نسخه ترابری، گشت دریایی و نسخه رادار هواپایه یا همون آواکس رو بر روی این هواپیما پیاده سازی کنه. تحقیقات لازم برای ساخت اولین کارگو با نام سیمو صورت گرفت و اولین فروند اون هم که
ساخته شد و در حال سیر کردن مراحل نهایی تست و در نهایت تحویل به نیروهای مسلحه. سیمرغ میتونه پلتفرم مناسبی برای آواکس باشه، اما خب باید تحقیقات لازم درباره‌اش صورت بگیره و برای تبدیل شدن به آواکس تست‌های پیش نیاز رو با موفقیت بگذرونه. وزن برخاست بالاتر و برد پروازی مناسب از ویژگی‌های مهم هر آواکسیه که در سیمرغ هم به احتمال بالا روی این دو مؤلفه کارهای لازم باید صورت بگیره. مداومت پروازی یک هواگرد در آواکس شدن خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. آواکس‌ها باید مدت زیادی رو در آسمون بمونن تا رفع تهدیدات به خوبی صورت بگیره. در حال حاضر سیمرغ توانایی حمل 4 تن محموله رو داره و مداومت پروازی اون حدوداً 3.5 ساعت و بردش هم 3500 کیلومتره که برای آواکس شدن کافی نیست. اما اگر درگیر فرایند توسعه پلتفرم بشه و این مؤلفه‌ها و پارامترها ارتقا پیدا کنن، توانایی آواکس شدن رو خواهد داشت. ماهای گذشته یکی از مسئولین محترم وزارت دفاع اعلام کردند که این نهاد قصد داره در یک پروژه اقدام به نصب رادار بر روی پهپادها کنه تا نقش آواکس رو بازی کنن. با استفاده از این سیستم میشه یک شبکه یه حدوداً 10 تا 15 فروندی از این بحث رو در سطح کشور انجام داد و این تعداد پهپاد رو به سیستم‌های مشابه آواکس مجهز کرد. اما خب نکات زیادی در این زمینه وجود داره و شاید بشه به طور موقت نیاز ما رو تامین کنه، اما خب پهپادهای این چنینی به صورت کلی نمیتونن جای یک هواپیما رو بگیرن، چرا که با محدودیت‌های زیادی در این زمینه مواجه هستن. اما به نظر ایده جالبی میاد و احتمالاً کار بر روی این پروژه هم آغاز شده باشه. چنین پهپادهای علاوه بر شبکه محور بودن، انبوهی از سیستم‌های الکترونیک شناسایی کشف و جنگار رو هم خواهند کرد. در کل اما همکاری و یا خرید از کشورهای خارجی میتونه برای ما آواکس هایی رو فراهم کنه. با توجه به حضور ایلوشین 76 در کشور، یکی از پروژه های محتمل همکاری میتونه این باشه که با کمک روسیه فرایند رادارگذاری و نصب سیستم های الکترونیکی جدید بر روی اونها شکل بگیره و مثلا دو فروند از ایلوشین ها به آواکس تبدیل بشن. در حال حاضر هم خود روسیه مشغول کار بر روی آواکس A100 هستش و در صورت تمایل مسئولین و داشتن بودجه کافی میشه روی اون پلتفرم هم سرمایه گذاری کرد. اما احتمالاً باید بدونید که چینی ها هم در حال کار بر روی آواکس های مختلفی هستند. در حال حاضر چینی ها بر روی پلتفرم ترابری Y20 اقدام به ساخت آواکس کردند که میشه با سرمایه گذاری و همکاری فنی چند فروند از این نوع آواکس جدید و پیشرفته رو به خدمت کرد. البته همچنان در حال کار بر روی این پلتفرم و انجام تست های مختلف هستند. آواکس KJ500 هم یک آواکس چینی با آنتن راداری بشقابیه و تعداد زیادی از اون ساخته شده و گزینه به شدت مناسبی برای خرید محسوب میشه. همکاری های نظامی مختلف ما با چین در بسیاری از مسائل وجود داره و میشه از این کشور هم در جهت رسیدن ایران به یک آواکس خوب کمک کرد. خب رفقای عزیز، به پایان این برنامه هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه نهایت لذت رو برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.